چالش برانگیزی یافته. سوال را که انتخاب کردیم، البته یکی از دوستای ما رسال کردن، جزر اکس جمع وای مسیح به هفت و اکس جمع جزر وای مسیح به یازده، و خواهش کردن که سیستم حل الجبری به خاطر زی سیستم معادلات پیدا کنیم. سیستمی که ما فعلا کتشروبری هستیم مشابه با سیستم معادلات خطی است، یعنی این مثل شکل معادلات خطی عرض میشه، ولی سیستم خودش معادله خطی نیست، چون علامه جزر بالای دوم تعامل موجود است و این سیستم خطی نیست، ولی مشابه با اون سیستم حل میشه. و دقیقاً اگر قیمت گذاری کنیم به طریق قیمت گذاری سوال چهار جواب را بسیار به سهولت حل میکنیم. ولی دوست عزیز ما خواهش کردن که اینجا حل الجبری برای این سوال را ارائه کنیم و ببینیم که واقعا حل الجبری از این سوال چگونه است. به خاطر دریافت حل الجبری از این، شما طرف و طرف معادلات از یکی دیگر تفریق بکنیم. نشته کنیم جزر x مثبت جزر y تفریق بکنیم. منفی x مثبت جزر y مساویز به 7 منفی 11. گذشته از اینکه ER طرف و طرف تفریق میکنیم، جزر x مثبت جزر y علامه منفی رو داخل قوس ضرب میکنیم. منفی x منفی جزر y از 7 که 11 کم شد منفی 4. یک ترتیب شام میکنیم و به این شکل بعد از او با سوال ادامه میتیم. جزر x منفی جزر y مثبت y منفی x مساویز به منفی 4. تا این قسمت ما شما تانستیم که طرف و طرف معادله را از یکی دیگه تفریق بکنیم. این قسمت هایی که جزر داره دال خودش باقی میگذارم. جزر x منفی جزر y یک علامه منفی رو بین ازیا مشترک میگیره. منفی x منفی y مساوی با منفی 4. یک علامه منفی رو در اصل ما گرفتم بین y و x، یک علامه منفی رو مشترک گرفتم. بعد از این جزر x منفی جزر y، ای علامه منفی خودش به این قسمت به جای از نشته میکرم جزر x مربع منفی جزر y مربع، چون مربعات پس کمرای جزرهایشان اختصار میشه، در حل سوال کنم تغییره نمیاره، مربع با جزر اختصار، مربع با جزر اختصار، خود سوال دوباره پس باقی میمونه. با استفاده از تفاضل مربعات همین جایی را که مربع کردیم انکشاف میتم. تفاضل مربعات دوستای عزیز، ای مربع منفی بی مربع که با حاصل ضرب دو قوس تبدیل میشه ای منفی بی ضرب ای مثبت بی، میشه جزر x منفی جزر y از کل این قوس منفی تفاضل مربعات هم قسمت هم میسازم، این قسمت البته جزر x منفی جزر y، میشه جزر x منفی جزر y ضرب در جزر x مثبت جزر y، با تفاضل مربعات تبدیل کردم و او طرف مساوات هم یک علامه منفی 4، عدد منفی 4 باقی مونده. بعد از این کوشش میکنم بین این دو دانه جزر x منفی y مشترک بگیرم. جزر x منفی جزر y مشترک میگیرم بین این دو تا و این قسمت بالای زی تقسیم شو میمونه یک، این کل افاده بالای جزر x منفی y تقسیم شو میمونه منفی منفی جزر x مثبت جزر y، یعنی یک علامه منفی مون او طرف مون منفی 4. اگر یک علامه منفی یا منفی یک دا داخل قوس مشترک بگیرم و این علامه منفی 4 من را از اختصار کنم، سوال نسبتا ساده میشه. میشه جزر x منفی جزر y، یعنی در قوس دومی یک علامه منفی یک یا عدد منفی یک مشترک بگیرم. منفی یک مشترک بگیرم میمانه جزر x جمع جزر y منفی یک مساوی با منفی 4. دوستای عزیز، اگر شما منفی یک دوباره پس داخل قوس ضرب بکنید در حال سوال کنم تغییر وارد نمیشه، منفی پس ضرب مثبت منفی عین مو افاده اولی دوباره حاصل میشه. یعنی منفی یک علامه شو با عدد منفی 4 اختصار میکنم، اینال قوسی که پیش ما میمونه میشه جزر x منفی جزر y ضرب در جزر x مثبت جزر y منفی 1 مساوی با 4. بعد از این سیستم دو حاصل ضرب دارم، در اصل دو قوسی که به شکل حاصل ضرب آمده و این دو قوسی که به شکل حاصل ضرب است، اینا رو میگیریم کوشش میکنیم که به یک سیستم معادله تبدیل کنم و ببینیم که این معادلات چه قسم کار میشه، یعنی پس از این دوباره یک سیستم میسازم. جزر x منفی جزر y مساوی با و اون طرف هم میگیریم جزر x مثبت جزر y منفی 1 مساوی با. دو عدد را پیدا میکنیم که حاصل ضربشان 4 شود. او عددهای که حاصل ضربشان 4 میشه قرار است 1 و 4 باشن یا 4 و 1 باشن یا امکان داره عددها 2 و 2 باشن. سیستم خودم را گرفتم دوباره پس از حاصل جمع از حاصل ضرب دوباره پس به یک سیستم معادله خطی تبدیل کردم، یعنی امکان داره این می قسمتی که ما بر شما 4 نشته کردیم امکان داره 1 ضرب 4 باشه، 4 ضرب 1 باشه یا 2 ضرب 2 باشه. به این ترتیب حل یکی از روش های حل سیستم معادلات خطی روش FNA است.
افنا میکنیم سیستم طرف به طرف جمع میکنیم و میبینیم که در این سیستم چی باقی میمانه. این دو تا را که طرف به طرف جمع کنیم چون مثبت با منفی اختصار میشه، از این خاطر میخوایم طرف به طرف جمع کنیم. جذر ایکس با جذر ایکس که جمع شه جوابش میشه دو جذر ایکس و مثبت جذر وای منفی جذر وای خلاص. اینجا یک منفی یکی طرف مانده، او طرف مساحت قرار است چی شه؟ چون جمع کردم طرف به طرف، یک جمع چهار پنج و باز چهار جمع یک پنج و دو جمع دو چهار اصل شه. یعنی یکی اون از مو عددها قرار است جواب باشه. حالا بعد از این سیستم یک مجهولش افنا شد، از بین رفت، یک جذر مانده، معادله به معادله یک مجهوله تبدیل شد. حلش بسیار ساده است. بعد از این دوستای عزیز، حالا ما سه عدد داریم اینجا، از این دو تا پنج یکیش امتحان میکنم. اگر پنج تا چهار جواب صدق نمیکرد، دوباره پس عدد چهار انتخاب میکنم و حل به خاطر معادله دریافت میکنم. حالا فعلا می پنج شم میگیرم، اگر احیانا پنج با صدق نکرد باز میرم عدد چهار انتخاب میکنم. دو جذر ایکس منفی یک مساوی با پنج، منفی یک او طرف انتقال میتونم دو جذر ایکس مساوی با منفی یک او طرف را مثبت یک همراه پنج جمع شما میشه شش. اطراف تقسیم دو بکنیم، تقسیم دو، دو با دو اختصار، یک دو دو سه دو شش، جذر ایکس مساوی میشه به عدد سه. اطراف مربع کنیم تا مربع با جذر اختصار شود، قیمت ایکس مساوی شود به سه مربع نو. حل ایکس که تا اینجا را دریافت کردیم و دوباره پس حل ایکس در یکی از معادلات بانیم و قیمت وای دریافت بکنیم. دوستای عزیز کال دیگه معادله حلش ساده است، چون یک متعول دریافت کردم و میخوایم متعول دومی را عمل کنم. اصلا معادله ما بود جذر ایکس جمع وای مساوی با جذر ایکس جمع وای مساوی با بجای ایکس گذاشتم 9، جذر 9 جمع وای مساوی به 7. این حال جذر 9 میشه 3، 3 جمع وای مساوی به 7 و به این ترتیب وای مساوی به این مثبت 3 رو طرف انتقال میتونم میشه 7 منفی 3، وای مساوی به 7 که 3 کم شود 4. این تا این قسمت به این ترتیب تانستیم هم قیمت ایکس حل کنیم و هم قیمت وای. دوستای عزیزی بود سوال، تا سوالات بعدی اگر شما مشکل داشتین حتما در کامنت های بگذارید یا در صفحه فیسبوک مرکز آموزشی درویش سوالات تان مسج بکنید. در حد امکان در خدمت شما هستیم، سوالات تان حل میکنیم. موفق کامیاب باشید.